ای دکتر سید محمد رضا هاشمیان هم در استودیو هستند و آماده هستند بعضی که سلام علیکم هم کردیم و یک ولی رو دیدیم صحبت ها و فرمایش های دکتر بشنیم سلام آقای دکتر هاشمیان شبتون بخیر سلام حال شما خوبه شبتون بخیر دکتر خیلی خوش آمدید در خدمتتون هستم خواهش میکنم یک وله میبینیم یک بخش تصویری و بخش تازه ها رو از زبان آقای دکتر هاشمیان میبینیم و میشنویم به نام خدا سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی امیدوارم که مطالب امروز مورد توجه و استفادهتون قرار بگیره خب صحبت زیادی شد در رابطه با بهداشت دهان و دندان در مورد اطفال بزرگ سالان من مطالبم با سیگار شروع میکنم امیدوارم که هیچ کدوم از دوستان از این ماده که به هر بسیار مضر استفاده نکنن عوارض سیگار کشیدن بر روی دهان و دندان سیگار قلیان پیپ و جویدن تنباکو سبب بروز زخم پررنگ شدن لسه ها کاهش ارتفاع لسه و تغییر رنگ دندان ها میشه سرطان دهان و خیمترین و حادترین آرزه ناشی از مصرف سیگاره سرطان زبان، سرطان لب، سرطان کف و دهان، سرطان مخاط گونه ها نیز از دیگر عوارز دخانیاته این هم نظرتون باشه وقتی که مصرف مشروبات الکلی به مواد دخانی اضافه بشه هر کدوم از عوارز اینها بسیار تشدید میشه. یکی دیگه از عوارض سیگار که آقای دکترم فرمودن بوی بد دهان، تغییر رنگ دندان ها، افزایش پوسیدگی و ایجاد زایات دهانیه. خب آدامس، آیا واقعا آدامس برای دندان و دهان مفیده یا نه؟ خیلی وقتا این سوال پیش بیاد، مخصوصا خیلی از پدر و مادر میپرسن البته خب اینو این که آدم سر پایین برای بچه‌ها ممنونیت مصرف داره چرا که میتونه در سیستم گوارششون چسبندگی ایجاد کنه اما آدابس خوشبختانه در فرهنگمون در قدیم ها خیلی سو جالبی داشتیم سقس که قدیم ها استفاده میشده آدم سی بوده که به راحتی میتونسه مواد زاید و باقی مانده مواد قذوری از لابل دندان ها بیرون بکشه در این حال قندی نداشته و هیچ آرزه نداشته الان خاصین آدم استفاده کنید همکارم آقای دکتر قلامی و مهمون محترم برنامه در برنامه قبلی فرمونن آدامسی که قندش قند الکل باشه به نام زایلوتون قندی که برای دندون هیچ آرزه ای نداره و روند پوسیدگی رو تشدید نمیکنه. اما خب آدامس استفاده از آدامس به سبب افزایش ترشوع دهان و افزایش ترشح بزاقی دهان برای دندان ها مفیده ترشوه بزاق در دهان باعث پاک شدن مواد باقی مانده در لابلای دندان ها میشه که دسترسی به آنها مشکله این مواردی که عرض کردی موجب افزایش پهاش دهان از دو به حدود هفت و خونسا شدن محیط دهان از حالت اسیدی میشه که این, با... که این روند باعث پیشگیری از رشد میکروب های مزر در دهان و دندان میشه که همطور که عرض کرده بودیم در شرایط اصیلی میکروب ها بسیار راحت تر روش میکنند و دندون هامون رو خراب میکنند اما مطلب بعدی یکی از راه های مؤثر در جلوگیری از پوسیدگی دندان شیار درمانی یا فیشور سیلنته البته در سنین 6 تا 12 سالگی این کار به کمک مواد همرنگ دندان در, این روش به کمک مواد همرنگ دندان شیارها و منافذ عمیق دندان ها رو که به مسواک زدن نمیتونه اون مواد رو از بالای این شیارها خارج کنه این شیارها رو پر میکنن و باعث میشن که این دندون ها تا روند پوسیدگی قرار نگیرن همطور که عرض کردم بین 6 تا 12 سالگی این کار توصیه میشه خب خیلی از پدر یه مسئله هم براشون پیش اومده که حالا مطلب بعدی مونه اینم قشنگ دقت کنید دندون 6 سالگی واقعا چیه قابل توجه والدین محترم دندانهای آسیای اول دقیقا بعد از دومین دندان آسیا شیری قرار گرفتن و چون در سن 6 سالگی رشد میکنن به دندان 6 معروفن قبل از رویش این دندان هیچ دندان شیری نمیفته و به همین دلیل والدین تصور میکنن که این دندان چندان شیریه در نتیجه به حفظ نگهداری اون اهمیت چندانی نمیدن در حالی که این دندان دائمیه و تاثیر مهمی در حفظ قوس فکی ارتفاع صورت و همینطور پوسیده شدنش باعث میشه که روند پوسیدگی سایر دندانهای دائمی هم که به وجود بیان تسریع بشه با فیشور میتونیم چی کار کنیم از پوسیدگی اون جلوگیری میکنیم فیشور سیلن که حالا در مطلب قبلی هم عرض کردم مهر موم کردن شیاره عمیق و بستن درسایی که در سطح دندانهای آسیا وجود دارن بارها شکل شباتیکش هم در برنامه مختلف دیدید دندان یه حالت به صورت یک علاوه در سطحش که همون شیاره این شیاره رو ما به توسط شیار درمانی یا فیشور سیلند پر میکنیم تا شرایط رو برای میکروبها و میکروارگانیسم ها آماده نکنیم که دندونمون رو بپوسونن مطلب آخرم در رابطه با حاملگی آیا واقعا حاملگی باعث تخریب دندون ها میشه؟ خیلی ها معتقدن در اثر حاملگی به دندون ها آسیب میرسه اما نه حاملگی به صورت مستقیم و به خودی خود باعث از بین رفتن دندون ها نمیشه بلکه با ایجاد بعضی از عوارض که در نهایت میتونن آسیب, آسیب دندون ها منتج بشن میتونه دندون رو خراب کنه بنا اصلا زنان باردار در دوران حاملگی گاه دچار تب و های مکرر میشد این استفراغ باعث میشه بزاق دهان اسیدی بشه و اسیدی شدن بزاق هم احتمال پوسیدگی دندان و بیماری های لثه رو افزایش میده پوسیدگی دندان ها ناشی از تهاجم اسید بر مینای دندان میباشد و روند پوسیدگی در نتیجه وجود پلاک میکروبی ایجاد می شود پس خانم حامله و باردار دقت کنند در دوران حاملگی بهداشت دهان و دندان رو کاملا رعایت کنند و اولا در مصرف مواد محرک البته خب در هر بیمار با بیماری فرق میکنه ولی به طور کلی سیر توشی، فلفل پیاز جزء موادی هستن که توصیه میکنن خانم باردار اگه اذیتشون میکنه میل نکنن تا حالت تب و رو در اونها تشدید نکنه حالا اگه این مسئله براشون پیش اومد بلا فاصله ابتدا دهان رو آب بکشن و مسواک بزنن و نخ دندون استفاده کنن که ضمن اینکه محیط اسیدی دهان رو از بین میبریم و این باقی مانده مواد و محتویات معده رو نیز از لابلای دندان ها خارج کنیم امیدوارم مطالب امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه در نظر داشته باشید دندون چهار سطح داره دو سطح اون را با مسواک زدن و دو سطح باقی مانده رو با نخ دندون میتونیم به قشنگ و به کامل و به درستی پاکیزه کنیم و نظر مواد زاید داخل اونا بمونن تا روند پوسیدگی رو تشدید کنند. متشکرم از توجهی که داشتین آقای دکتر غلامی من فقط یه سوالم داشتم دکتر قبل از اینکه زمو تموم کنم این همین هنان عزیز که تماس گرفتن در مورد آف سوال کردن خواستم اینو بدونم که حالا زایاتی داخل دهان می‌بینیم به اون شکل سفیدی حالا با یه حاشیه ملتهب قرمز به جز آف چه خصوصیت دیگه میتونن داشته باشن و چه بیماری‌های دیگه میتونن با این بیماری به اصطلاح تشخیص افتراقی شارم. متشکرم خیلی متشکرم آقای دکتر هاشمیان ان شاء الله دکتر مصطفی هم بهش پاسخ خواهند داد عزیزی هم پشت خط الان داره برنامه رو میبینه و منتظر ما هست. من از شما تشکر میکنم آقای دکتر هاشمیان. بزنی مثل بزنید. همیشه خیلی خوب و در بزنید. راستای حرکت برنامه به سویرت مطالبی که ما ممکن بود فرصت نکنیم و بگیم شما فرمودید ان که عزیزان بیننده هم استفاده کرده باشن. بزنید. تا دیدار دیگه از شما خداحافظی میکنم عزیزی پشت خط هست و سوالی از ما داره. من حضورتون سلام عرض میکنم و بهتون شب بخیر میگم. سلام از ما خدمت شما و آقای دکتر